سلام، امیدواریم که حالت خوب باشه. مرسی از اینکه بیننده کانال خودت کتاب من هستید. امروز کتاب اصلگرایی از گرگ مکیون رو براتون میخونیم. توی این کتاب یه قسمتی داره به اسم انتخاب و قدرت شگفت‌انگیز انتخاب درست بر زندگیتون. این کتاب رو آقای دکتر بهنام شاهنگیان و مهدی صلحی ترجمه کردن و از انتشارات نشر آموخته است. لطف میکنید اگر ما رو سابسکرایب کنید و لطفاً اون زنگوله کنارش هم حتما بزنید تا ویدیوهای بعدی اون براتون بیاد و ما رو به دوستان کتاب خونتون حتما معرفی کنید لطفا، و انتقادی یا پیشنهادی اگر هست لطفا توی کامنت ها برامون بنویسید که خیلی بهمون کمک میکنه. انتخاب و قدرت شکست ناپذیر انتخاب، از کتاب اصل گرایی نوشته گرگ مکیون. توانایی انتخاب است که ما را انسان کرده است. مادلین لیانگل. چهارچشمی به تکه کاغذی زل زده بودم که در دستانم بود. در لابی یک برج اداری نشسته بودم. غروب بود و کم کم چند نفر آخر هم داشتن می رفتن. این تکه کاغذ که پر از کلمات و پیکانهای ناخوانا بود، نتیجه 20 دقیقه طوفان فکری خودجوش درباره کارهایی بود که در آن زمان می خواستم با زندگیم بکنم. به کاغذ که نگاهی کردم، چیزی که از قلم افتاده بود بیشتر از همه توجهم را جلب کرد. دانشکده حقوق در فهرست نبود. این موضوع توجهم را جلب کرد چون در انگلستان نیمی از سال اول دانشکده حقوق را پشت سر گذاشته بودم. به این دلیل برای تحصیل در رشته حقوق درخواست داده بودم که خیلی ها توصیه کرده بودند. دستت را برای انتخاب باز نگه دار. فارغ التحصیل که می شدم می توانستم وکیل شوم. می توانستم درباره حقوق مطلب بنویسم، می توانستم حقوق تدریس کنم یا می توانستم مشاوره حقوقی بدهم. دنیا به کامم می شد یا چیزی شبیه به این. با این حال تقریبا از همان اولین لحظه‌ای که رشته حقوق را شروع کردم، به جای آنکه یکی از کارها را انتخاب کنم، به سادگی سعی کردم همه آنها را با هم به انجام برسانم. کتاب‌های حقوقم را در تمام ساعات روز مطالعه می‌کردم و عصرها مطالب متفکران بزرگ مدیریت را می‌خواندم. در اوقات فراغت می‌نوشتم. راهبرد یکی به نعل و یکی به میخ قدیمی را دنبال می‌کردم، یعنی تلاش می‌کردم در آن واحد روی همه چیز سرمایه گذاری کنم. نتیجه آن بود که در همه فعالیت‌هایی که دنبال می‌کردم کامل شکست نمی‌خوردم، اما کامل موفق هم نبودم. خیلی زود این سوال برایم پیش آمده بود که داشتن انتخاب‌های فراوان به چه دردی می‌خورد. در بحبوحه این سردرگمی وجودی، یکی از دوستانم در آمریکا با من تماس گرفت و مرا به عروسیش دعوت کرد. بلیط‌ها را از قبل خریده و فرستاده بود. پس با سپاس فراوان دعوتش را پذیرفتم و انگلستان را برای یک ماجراجویی غیر منتظره ترک کردم. وقتی در آمریکا بودم از هر فرصتی برای دیدار با معلمان و نویسندگان استفاده می‌کردم. یکی از نشست‌ها با مدیر اجرایی یکی از گروه‌های آموزشی غیر انتفاعی بود. وقتی داشتم از دفترش خارج می‌شدم، به طور سرسری اشاره کرد که اگه تصمیم گرفتی در آمریکا بمونی، باید عضو کمیته مشاورمون بشی. در این اشاره سرسری نیروی غریبی وجود داشت. مسئله سوال مشخص او نبود، مسئله فرضش درباره داشتن انتخابم بود. اگر تصمیم گرفتی بمونی، او این را یک گزینه واقعی می‌دانست. این موضوع مرا به فکر فرو برد. از دفترش خارج شدم و به آسانسور و لابی رفتم. از روی میز یک نفر یک تکه کاغذی برداشتم و در لابی نشستم و سعی کردم به این سوال پاسخ دهم که اگه همین حالا فقط بتونی یک کار با زندگیت بکنی چه کاری میکنی؟ نتیجه تکه کاغذی بود که همونطور که گفتم در آن از دانشکده حقوق اثری نبود. تا آن زمان همیشه میدانستم که به لحاظ منطقی میتوانم تصمیم بگیرم حقوق نخوانم، ولی این کار به لحاظ احساسی هرگز یکی از گزینه‌هایم نبود. آنجا بود که فهمیدم با قربانی کردن قدرت انتخابم انتخاب بدی کردم. با انتخاب نکردن، نخواندن حقوق، دانشکده حقوق را انتخاب کرده بودم. نه به این دلیل که واقعا یا فعالانه خواهان رفتن به این دانشکده بودم، بلکه گزینه دیگری نداشتم. فکر میکنم این اولین باری بود که فهمیدم وقتی از خیر توانایی انتخاب میگذریم، چیزی یا شخص دیگری میآید و به جای من انتخاب میکند. چند هفته بعد از دانشکده حقوق انصراف دادم. انگلستان را به مقصد آمریکا ترک کردم تا مسیر نویسندگی و تدریس را در پیش بگیرم.
اینکه مشغول خواندن این کتاب هستید نتیجه آن انتخاب است. باید بگویم بیشتر از همه تأثیراتی که این انتخاب مشخص روی مسیر زندگیم داشته است، ارزش واقعی آن تغییر دیدگاهم درباره انتخاب‌های زندگی بوده است. اغلب انتخاب را یک داشته در نظر می‌گیریم، ولی انتخاب چیزی نیست که داشته باشیم، بلکه چیزی است که انجام می‌دهیم. گزینه‌های ما شاید مثل یک داشته باشند، اما انتخاب یک کنش است. این تجربه مرا به این درک رهایی بخش رساند که شاید همیشه روی گزینه‌هایمان کنترل نداشته باشیم، ولی همیشه روی انتخاب از میان گزینه‌هایمان کنترل داریم. تا به حال شده چون معتقد بوده اید واقعا انتخابی ندارید سردرگم شده باشید؟ تا به حال به دلیل داشتن همزمان دو باور متناقض احساس استرس کرده اید؟ نمیتونم انجامش بدم و باید انجامش بدم. تا به حال شده قدرت انتخاب را ذره ذره واگذار کنید تا بتوانید کورکورانه مسیری را دنبال کنید که دیگران برایتان تجویز کرده هم؟ اگر چنین هست شما تنها نیستید. قدرت شکست ناپذیر انتخاب کردن. مدت زیادی از روی جنبه‌های بیرونی انتخاب‌ها، گزینه‌هایمان بیش از حد تأکید و از توانایی درونیمان برای انتخاب کردن کنش‌هایمان غفلت کرده ایم. فقط بحث معناشناسی نیست، موضوع را اینطور در نظر بگیرید. گزینه ها یا چیزها شاید سلب شوند در حالی که توانایی اصلی من برای انتخاب کردن اختیاری است و سلب شدنی نیست. توانایی انتخاب سلب شدنی یا حتی قابل واگذاری نیست، فقط می توانیم فراموشش کنیم. چگونه توانایی انتخاب کردن من را فراموش می کنیم؟ یکی از رهیافت‌های مهمی که درباره چگونگی و چرایی فراموش کردن توانایی انتخابمان به دست آورده ایم، نتیجه مطالعه معروف مارتین سلیگمن و استیو مایر است که در خلال آزمایش‌هایش روی سگ‌های جرمن شپرد به پدیده برخورد که بعدها آن را درماندگی اکتسابی نامید. سلیگمن و مایر سگ‌ها را به سه گروه تقسیم کردند. به سگهای گروه اول بستند و رویشان شوک الکتریکی اعمال کردند، ولی اهرمی هم در اختیارشان قرار داد تا با فشار دادن شوک را متوقف کنند. به سگهای گروه دوم نیز بستند و همان اهرم را در اختیارشان قرار دادند و همان شوک را رویشان اعمال کردند، ولی نکته‌ای در کار بود. اهرم کار نمی کرد و در نتیجه سگ در مقابل شوک الکتریکی از هر کاری عاجز بود. به گروه سوم فقط همان افسار مخصوص سگ بسته شد و هیچ شوکی دریافت نکردند. پس از آن هر سگ در جعبه بزرگی قرار داده می شد که در وسط آن تیغه کم ارتفاعی قرار داشت. یک سمت جعبه شوک الکتریکی تولید می کرد، سمت دیگر نه. در ادامه اتفاق جالبی رخ داد. سگ هایی که در بخش قبلی آزمایش توانسته بودند شوک را متوقف کنند یا اصلا به آنها شوک وارد نشده بود، به سرعت یاد گرفتند که از تیغه رد شوند و به سمت بدون شوک آن بروند، ولی سگ هایی که در بخش قبلی آزمایش عاجز مانده بودند این کار را نکردند. این سگ ها نتوانستند خودشان را وفق دهند یا هماهنگ کنند. سعی نکردند از وارد شدن شوک به خودشان جلوگیری کنند. چرا؟ آنها نمی دانستند که بجز تحمل شوک انتخاب دیگری هم دارند. آنها درماندگی را آموخته بودند. شواهدی وجود دارد که انسان هم درست به همین سادگی شکل درماندگی را می آموزد. یکی از مثالهایی که شنیدم کودکی است که از همان ابتدا با ریاضی مشکل دارد. او سعی می کند ولی هرگز پیشرفت نمی کند و در نهایت تسلیم می شود. او بر این باور است که کارهایش هیچ اهمیتی نخواهند داشت. در بسیاری از سازمان‌هایی که شاغل بودم درماندگی اکتسابی را مشاهده کردم. وقتی مردم باور دارند تلاش‌هایی که در محل کار می‌کنند اهمیتی ندارد، اغلب به دو شکل واکنش نشان می‌دهند. گاهی اوقات مانند کودکی که با ریاضی مشکل دارد کمی درگیر آن می‌شوند و دست از تلاش برمی‌دارند. پاسخ گروه دوم در ابتدا خیلی آشکار نیست. آنها برعکس گروه اول عمل می‌کنند. بیش فعال می شوند. از هر فرصتی که در اختیارشان قرار داده شود استفاده می کنند. برای هر انجام وظیفه‌ای داوطلب می شوند. به هر چالشی با اشتیاق حمله می کنند. سعی می کنند همه کارها را انجام دهند.
در نگاه اول این رفتار لزوماً شبیه درماندگی اکتسابی نیست. از اینها گذشته، آیا سخت تلاش کردن گواه باور فرد به مهم بودن یا ارزشمند بودنش نیست؟ با این حال با بررسی دقیق‌تر متوجه می‌شویم این وسواسی که برای بیشتر کار کردن دارند پرده سیاه است که حقیقت را پوشانده است. این افراد باور ندارند برای پذیرش فرصت‌ها، وظایف یا دشواری‌های حق انتخابی دارند. باورشان این است که باید همه کارها را انجام دهند. اولین نفری خواهم بود که به سخت بودن انتخاب‌ها اعتراف می‌کند. طبق تعریف انتخاب یعنی نگفتن به یک یا چند چیز و این کار شاید حس باختن در افراد ایجاد کند. در خارج از محل کار انتخاب از این هم سخت‌تر است. هرگاه وارد فروشگاه یا رستوران یا هر جای دیگری می‌شویم که چیزی می‌فروشند، همه چیز طوری طراحی شده است که نگفتن برای ما سخت شود. وقتی به تبلیغ یا کارشناسی سیاسی گوش می‌کنیم، هدف پاک کردن حتی فکر رأی دادن به طرف مقابل از ذهنمان است. وقتی مادر زنمان، البته به استثنای مادر زن من، تماس می‌گیرد و می‌خواهد کاری برایش کنیم، این احساسی که واقعاً انتخابی نداریم سخت‌تر از همه است. اگر زندگی روزمره را از این دریچه نگاه کنیم، دیگر جای تعجب نیست که توانایی انتخاب کردنمان را فراموش می‌کنیم. با این حال انتخاب همان اساس اصلگرایی است. اصلگرا شدن مستلزم افزایش آگاهی از توانایی انتخاب ما است. باید بپذیریم که توانایی انتخاب قدرتی شکست ناپذیر در وجود ما است. قدرتی که از هر چیز فرد یا نیروی دیگری متمایز و جداست. ویلیامز جیمز زمانی نوشته بود اولین اقدام اختیاریم باید باورم به اختیار باشد. به همین دلیل اولین و حیاتی ترین مهارتی که در این سفر یاد خواهم گرفت پرورش توانایی انتخاب کردن در همه حوزه های زندگی است. فرگرا، مجبورم و محروم از حق انتخاب. اصلگرا، مختارم و برخوردار از قدرت انتخاب. وقتی توانایی انتخابمان را فراموش می‌کنیم، درماندگی را یاد می‌گیریم. اجازه می‌دهیم قدرتمان ذره ذره سلب شود تا در نهایت تابع انتخاب‌های دیگران یا حتی تابع انتخاب‌های گذشته خودمان شویم. در نتیجه قدرت انتخابمان را واگذار می‌کنیم. این مسیر فرگرایی است. اصلگرا فقط به اذعان قدرت انتخاب اکتفا نمی‌کند، بلکه این قدرت را ارج می‌نهد. اصلگرا می داند که وقتی حق انتخابمان را واگذار می کنیم، نه تنها به دیگران قدرت می دهیم، بلکه به صراحت به آنها اجازه می دهیم به جای ما انتخاب کنند. خب دوستان، این بود قدرت شگفت انگیز انتخاب از کتاب اصلگرایی آقای گرگ مکیون. خیلی ممنونیم که ما رو دنبال کردید. لطف کنید ما رو حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش هم بزنید تا ویدئوهای بعدیمون براتون بیاد. و ممنون میشیم اگر انتقادی یا پیشنهادی دارید در قالب کامنت حتما برامون بذارید و لطفا ما رو به دوستان کتابخونتون معرفی کنید. متشکریم از اینکه بیننده کانال خودتون کتاب من هستید.